سلام به بینندگان عزیز، کیهان جاوید هستم و شما شاهد برنامه میزگرد هستید در تلویزیون کانال جدید. همونطور که موضوع برنامه رو در زیر میبینید، حکومت ضد زن و انقلاب زنانه. این تیتر یا موضوع برنامه مونه و مهمانان برنامه امشب ما مینا احدی، شاپرک شجریزاده و شیرین شمس در این برنامه شرکت می کنند و در رابطه با کلن حکومت ضد زن و چرا در رابطه با حکومت ضد زن ما از ترم انقلاب زنانه استفاده می کنیم. انقلاب زنانه چیه و چرا در جامعه ایران انقدر سر صدا به پا کرده و چرا انقدر اسم انقلاب زنانه به گوش مردم رسیده؟ زنان در چه شرایطی زندگی کردند که برای تغییر اوضاع مجبورند دست به انقلاب زنانه بزنند؟ نه فقط زنان دست به انقلاب زنانه بزنند، بلکه چهره انقلاب در ایران علیه جمهوری اسلامی زنانه باشه. اینو ما در برنامه امروز، در میزگرد امروز با مهمانانمون مطرح میکنیم. خوش اومدید مینا عدی، شاپرک شجریزاده و شیرین شمس عزیز به این برنامه. من اولین سوالم رو بخوایم یه تصویر عمومی بدیم از 42 سال حکومت در ایران که چه بر زنان گذشت، چطور شد که امروز جامعه به این فکر هست با این نیت که دست به یک انقلاب بزنه به خاطر وضع موجود. سوالم از مینا احدی شروع میکنم. مینا احدی، چرا جامعه به اینجا رسیده، زنان خصوصا در این شرایط هستند که باید زیر و رو کنن وضعیت موجود و چه اتفاقی افتاده؟ بفرمایید. به طور واقعی اتفاقی که افتاده این هست که از شما در مورد 42 سال قبل حرف زدید، منم از همونجا میخوام شروع کنم. توی جامعه انقلابی شد، توی جامعه معمولی مدرن، مردمی که مبارزه میکردن برای زندگی بهتر، و یه حکومتی اومد که کاملا خلاف جریان ارتجاعی، ضد انسانی، و برای اینکه بتونه بزنه اون انقلاب رو و اون جامعه رو به بند بکشه، اول زنا رو به بند کشید و به زنا حمله کرد. چادر و حجابی که جمهوری اسلامی ازش دفاع میکرد در حقیقت زندان زنان بود. روی مثلا تمام بدنشون، موجودیتشون، احساساتشون، صداشون، ماتیکی که میزدن، روی تمام اینا یه پرده سیاه انداختن و از این طریق نیمه جامعه رو به بند کشیدن و بعد حمله کردن به بقیه جامعه. بنابراین جنبش اسلامی، اساساً اسلام سیاسی و حکومت اسلامی ایران، با به بند کشیدن زنا، با به بند کشیدن احساساتشون، صداشون و موجودیتشون، به جامعه حمله کرد. و به این معنا میتونیم برگردیم و نگاه کنیم زنی که بخواد بره تو خیابون، بخواد از بچهش دفاع کنه، بخواد سفر کنه، بخواد بخنده، بخواد عشق بورزه، باید این چادر و حجاب رو بزنه کنار و در حقیقت باید انقلاب زنانه بکنه. به نظر من به طور واقعی زنا توی این قرن که میبینن با دنیا وصلن، مثلا رشد کردن خودشون، خیلی هاشون از حق خودشون دارن دفاع میکنن، این زنا را بخوای به بند بکشی، در مقابلش یه انقلاب زنانه اتفاق میفته. و به نظر من به طور در نه فقط در ایران، در کشورهای دیگه هم این اتفاق داره میفته. فقط یه نکته را اضافه کنم، زیاد طولانی صحبت نکنم. ریچارد داوکینز مثلا آدم خیلی سرشناسی هست، منتقد مذهب هست و منتقد اسلام هم هست. یه بار توی لندن توی کنفرانسی اومد و اینو گفت، گفت که من همیشه نگاه میکنم میبینم جنبش اسلامی اساسا زنا رو میزنه و توی اون کشورها زنا بلند خواهند شد و یک انقلاب خواهند کرد. و این ترمینولوژی، البته انقلاب زنا رو خب منصور حکمت ازش استفاده کرد و به نظر من یکی دیگه از ترمهایی هست که ما ازش حرف زدیم و الان بی بی سی هم حتی بعد از سالها داره از انقلاب زنانه حرف میزنه. من میخوام بله ببخشید، من میخوام از شاپرک بپرسم. امروز من شنیدم روز دستگیری شما است برای اینکه حجاب از سر برگرفتید و دستگیر شدید. در رابطه با این بگید، ما بازم برمیگردیم به اون تاریخ پر جدال زنان مبارزهشون با جمهوری اسلامی. شاپرک شما بفرمایید. درود جناب جاوید، شرکت کننده های عزیزتون و بیننده هاتون.
بله امروز روز سه سال گذشته از روزی که من برای اولین بار بازداشت شدم. سال روز اولین بازداشت منه. خب این دو روزه یه خورده حالت استراب داشتم. به هر حال خاطرات اون روزها مرتب توی ذهنم مرور میشه و تنها چیزی که میتونم بگم اینه که برای من که خب تو اخبار دنبال میکردم اخبار زنان فعال رو، زنان فعالی که توی زندان بودن سالها من دنبال میکردم، خاطراتشون رو میخوندم، یا حتی در مورد جنبش های زنان و سرکوب زنان در قرن گذشته در کشورهای اروپایی، به این نتیجه فقط رسیدم که خوندنش، دونستن ظلم با تجربه کردنش خیلی متفاوته. یعنی وقتی که استیصال رو تجربه میکنی و وقتی که میبینی هیچ کسی نیست که کمکت کنه و یه نیروی جلوت وایستاده و ازش هر کاری برمیاد، یعنی هر بلایی میتونه سرت بیاره، اون موقع است که برای، یعنی در عین حال که ترس رو تجربه میکنی در بالاترین حدش، نیروی بدنی، نیروی وجودی خودت رو برای مقاومت هم تجربه میکنی. من با یه خانم دیگه بودم، با یه دوستی اون روز بودم و خیلی مورد بازجویی، شکنجه، تهدید، کتک قرار گرفتم، برای اینکه اسم اون خانم رو بگم. حتی تو اولین دادگاهی که منو بردن که یه قاضی بود، توی یه آخوندی بود توی دادسرای اوین، فردای یه همچین روزی، یعنی سوم اسفند یا 22 فوریه، برگشت اون آخوندی که تو دادگاه منو برده بودن که داشت اتهامات من رو میگفت، میخواست اسم اون زن رو بدونه و من خوشحالم که تنها چیزی که بهش گفتم این بود که من این کار برای خودم نمی کنم، من برای وجود خودم نمیام اسمش رو بگم و درست شما میتونین بازداشتش کنین، برین بازداشتش کنین، ولی من بهتون کمکی نمی کنم. من چیزی که متوجه شدم اینه که اینا هر کاری برای شکستنت میکنن. یعنی اعتراض ما یه اعتراض صلح‌آمیز بود، ما حتی فریاد هم نمیزدیم، اعتراض خودمون رو ساکت وای میسادیم، یه گوشه خیابون با روسری سفیدمون نشون میدادیم، ولی برای حکومت این دیدیم که چطور امنیتی شد این موضوع. الان حکمایی که ما گرفتیم، به هر حال اون موقع تونستیم با قرار وثیقه زنانی که اون موقع دستگیر شدن تونستن آزاد بشن، ولی دیدیم که در ماهای بعد یا سال بعد زنانی که دستگیر شدن هیچ کدوم براشون قرار وثیقه صادر نشد. این زنها در بند موندن و بعد با حکمهای چند ده سال روبرو شدن، بالای 10 سال. این نشونه ضعف حکومت نسبت به زنان. در الان چند روز پیش دیدیم که حکم تجدید نظر خانم نجمه واحدی و هدا امید دوباره تایید شد، 7 سال و 8 سال برای دو فعالی که حتی اعتراض هم نکردن. یعنی حکومت اسلامی نه تنها از اعتراض، از انقلاب زنانه میترسه، از جنبش های مدنی و صلح‌آمیز زنان هم میترسه و در کنارش الان میبینیم که حتی از آگاه شدن زنان هم میترسه. یعنی زنانی که در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی فقط دست به فرهنگسازی و آگاه سازی میکردن که زنان دیگه به در موقع ازدواج بدونن. من برمیگردم چون بله شما دل پرخونی از حکومت اسلامی دارین و من برمیگردم. من میخوام از شیرین شمس به عنوان مسئول نهاد انقلاب زنانه که واقعا هم سر صدا کرده، وقتی من دنبال میکنم در کارشونه میبینم حجم زیادی از فعالیت به سازماندهی رو از نهادی ایشون میبینم، شما به عنوان این نهاد الان در شرایط فعلی پیشروی های جنبش زنان رو تو کجاها میبینید؟ در کدوم عرصه ها میبینید شیرین شمس؟
منم سلام میکنم به شما کیوان جاوید و مهمانان گرامی بینندگان عزیز. من پیشروی زنان رو توی همین صحبت‌های مقامات و سران و آیت الله‌های ریز و درشت جمهوری اسلامی می‌بینم. همین اواخر یکی دو روز گذشته نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری گفته که از دوچرخه سواری زنان جانم به لب رسیده. این یعنی پیشروی زنان. وقتی میگیم زنان مقامات و سران و کل نظام جمهوری اسلامی رو به زانو درآوردن، یعنی همین، یعنی جنبش نوین رهایی زنان که ما ازش یاد میکنیم و انقلاب زنانه که ازش صحبت میکنیم و امروز نمونه های آورده شده. اگر کسی جدی واقعا در رابطه با مبارزات زنان بخواد صحبت کنه، کمتر از انقلاب زنانه بگه، به نظر میاد که از مبارزات زنان خیلی اطلاعی نداره یا از جنبشی که داره علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنه یه مقدار عقب‌تره. یعنی همین که تظاهرات بذارن در مقابل دوچرخه سواری زنان در نجف آباد اصفهان، در مقابل دوچرخه سواری یک زن بدون حجاب در نجف آباد فراخوان بدن که تظاهرات بذارید بسیجی ها و ایادی و عوامل جمهوری اسلامی جمع بشن بیان اونجا علیه دوچرخه سواری زنان شعار بدن. پیشروی زنان اینه که تجمع بذارن علیه بیهجابی و آخوندی پلاکارد بلند کنه بگه فریاد از بیهجابی. این یعنی پیشروی زنان. این یعنی 43 سال جمهوری اسلامی قوانین ضد زن نوشته، دستگاه های سرکوبش لایه لایه ایجاد کرده، گشت ارشاد گذاشته تو خیابونا که الگوی آزار خیابانی و الگوی خشونت علیه زنان در خیابانه، اجرایی کرده خشونت علیه زنان. همین اواخر فرمان خامنه ای که گفته بود نقش زنان خانه‌داری، بچه‌داری و همسرداری است و اینو برده ابلاغ کرده، تبعیض جنسیتی رو در لایه لایه جامعه تحمیل کرده، حتی در کنکور دستگاه قضایی سراسر یک دستگاه خشونت علیه زنان، منشأ تجاوز، منشأ زن ستیزیه. ولی ما میبینیم یه جنبشی چنان پیشروی میکنه که وقتی میگیم جمهوری اسلامی رو به زانو درآورده، نمونه هاش یعنی همین، یعنی سران و مقامات جمهوری اسلامی حتی با زندان، حتی با شکنجه کردن، حتی با تجاوز، حتی با سرکوب های چند لایه نتونستن از پس زنان ایران بر بیان. و آخرین سخن این که نماینده مجلس خبرگان میگه جانم از دوچرخ سواری زنان به لب رسیده. پیشروی یعنی این، یعنی زنان ایران سرکوب میشن، شکنجه میشن، بهشون تجاوز میشه، ولی انقلابی که 8 مارس سال 57 نطفش رو گذاشتن، آغاز کردن به عنوان انقلاب زنانه و به نظر من 8 مارس سال روز نب جمهوری اسلامی هست، از اون سال این پرچم انقلاب زنانه رو دست به دست هم دادن. اونی که تجاوز شده داده به دست بعدی، اونی که زندان شده داده به دست بعدی، اونی که سرکوب شده داده به دست بعدی و دست به دست رسیده به اینجا. علارغم تمام هزینه هایی که دادیم، ولی پیشروی ها اینجور تا اینجا اینطور بوده که جمهوری اسلامی رو به لب رسونده. مینا عدی، ما پیشروی ها رو گفتم یه مقدار شیرین شمس توضیح دادن، زنان چه بهایی پرداختن برای همین دستاوردهایی که امروز ما شاهدش هستیم. اسید پاشی یه نمونه شه. شما اگه بتونید یک تصویری بدید، شاید خیلی از دختر جوون یا زن جوون امروزی شاید ندیده مثلا 30 سال پیش چه اتفاقی افتاده یا 40 سال پیش. اینو اگه بتونید خیلی خلاصه یک گذری بکنید مثل یک صحنه های یک فیلمو و که دختران خیابان انقلاب و زنان و جامعه ببینن چه بهایی پرداختن برای این آزادیه که خودشون امروز سعی کردن بر جمهوری اسلامی تحمیل کنن. بفرمایید. به نظر من سوال خیلی خوبی هست، به خاطر اینکه ما همین الان تو همین برنامه تقریبا دو نسل داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم. تا اونجا که به تجربیات خود من مثلا برمیگرده، وقتی که جمهوری اسلامی اومد سر کار و ما رفتیم تو خیابون 100,000 زن رفتیم گفتیم حقوق زنان نه شرقی است نه غربی، جهانیه، من خودم تو خیابون میدیدم که وقتی تظاهرات میکردیم اول مردای ریش و پشمدار با چاقو دنبالمون میکردن، بعد با زنجیر و بعد با کلاشینکوف اومدن تو خیابون. من و نسل ما، کسایی که از اول علیه جمهوری اسلامی بودیم، تعداد خیلی زیادی از ما را گرفتن و اعدام کردن.
من الان میتونم اسماشون رو بگم. مثلا لادن بیانی دوست نزدیک من بود، ما تظاهرات با هم سازمان دادیم، گرفتن، اعدام کردن. من میتونم اسمای بقیه تعدادی رو که میشناختم بگم. این خیلی مهمه. من دوست دارم هر دختر جوونی، هر پسر جوونی، هر ایرانی این رو بدونه که تو زندان زنایی که رفتن اعتراض کردن، اینا رو تو تابوت میخوابوندن، بخشی از اون زنا اومدن بیرون. 30 روز توی تابوت بخوابی، تکون نخوری، با شلاق بالای سرت بیستن تا بگی که قبول میکنم قوانین اسلامی رو. از اونجا اعتراض شروع شد. به نظر من اگر دنیا میخواد بلند بشه و ادای احترام کنه، در وهله اول به زنایی ادای احترام بکنه که تو زندانها بودن، در بدترین شرایط بردنشون، جلوی چشم همدیگه اعدامشون کردن به خاطر اینکه نمیگفتن به جمهوری اسلامی، تو تابوت گذاشتنشون. و بعد ما میایم در داخل جامعه، من میخوام راجع به زنای حرف بزنم. یکی از چیزهایی که الان شیرین شمسم بهش اشاره کرد، مسئله قوه قضاییه و سیستمی هست که در اونجا کار میکنه. ببینید همین دیروز یه زنو در مقابل، یعنی 16 تا مرد رو بردن، متاسفانه که جمهوری اسلامی نمیگه، میگه 6 تا رو اعدام کردیم، 16 نفر رو جلوی چشم یک زن که به خاطر اینکه شوهرش وزارت اطلاعاتی بوده کتک میزده و دخترش اون مرد رو کشته و اینو به عهده گرفته، میذارن. ببینید کدوم حکومت، کدوم وحشی این کار رو میکنه. من بیستم 16 نفر جان بدن که نوبت خودم برسه، و وقتی از فشار به اصطلاح خودش میمیره، جسد و پیکرش رو به دار میکشن. این حکومت اسلامی در مقابل زنا. من میخوام اینجا در مورد زنایی حرف بزنم که در مقابل تجاوز از خودشون دفاع کردن، مثل ریحانه جباری، مثل فاطمه حقیقت بجو. این هم یه بخش از درامایی هست که در ایران بوده. وقت نیست بقیهش رو بگه. بله حتما سعی میکنیم کلن این تصویر رو، تصویر همه جانبه ای بتونیم به جامعه بدیم، هرچند که همه دارن مبارزه میجوشه برای یک زندگی بهتر در ایران. اما شاپرک شجریزاده عزیز، اگه از شما بپرسند شما در ایران چه میخواستید، آیا فقط مسئله حجاب براتون مطرح بود؟ اینکه حجاب به هر حال شل بشه یا اونجوری که دلتون میخواد، یکی از خواسته هاتون این بود، ولی آیا همه خواست شما و امثال شما دختران خیابان انقلاب به همین محدوده؟ بفرمایید. ببینید زمانی که ما اعتراض کردیم، اعتراض هم تمام زنانی که اعتراض کردن بارها گفتن، اعتراض به روسری سر کردن نبود، اعتراض به خشونت بود و اعتراض به بیحقی. در اون زمان کمپین هایی که شکل گرفته بود، مثل چهارشنبه های سفید یا کار شجاعانه که ویدا موحد کرد، دختران خیابان انقلاب، یک سمبولی بود برای اعتراض به این خشونت. به طبع اگر بر فرض محال هم جمهوری اسلامی قبول میکرد که تا حالا در هیچ زمینه ای جمهوری اسلامی قوانین اشتباهش رو تصحیح نکرده، ولی اگر قانون حجاب اجباری رو بر فرض محال هم بر می‌داشت، خودشون می‌دونستن که این آغاز خواسته های زنان هستش. من اون زمانی که هنوز بازداشت نشده بودم و تو چهارشنبه‌های سفید بودم، با چند تا خبرنگار خارجی با من تماس گرفتن و با اونا مصاحبه کردم و اما می‌پرسیدن چرا. من دو تا علت رو می‌گفتم، یکی این که از منفعل بودن خسته شدم و از اینکه خشونت رو 40 سالمه و از زمانی که یادمه خشونت رو تجربه کردم، از زمانی که پا به نوجوانی گذاشتم یا دختر جوانی بودم وقتی متوجه شدم که دوست پدرم فوت کرد و متوجه شدم که خانواده دوست پدرم میتونن بچه هاش رو بگیرن، و من که یه دختر 16 ساله بودم باورم نمیشد که به خاطر حالا ثروت این آقا میتونن بچه ها رو، 3 تا بچه رو از مادرش بگیرن و این مادر حقی نداره. به عنوان یه زنی که نه قانون خونده بودم نه وارد این مسائل بودم، دونه دونه یه قوانین ضد زن رو خود من هم تجربه کردم، با دیدن تجربیات دیگران، با ازدواج ناموفق اولم، با تجربه خشونت و اینکه تو دادگاه ها کسی که بهش توهین میشد، کسی که تحقیر میشد من بودم، چون درخواست طلاق داشتم. این داستان زندگی تمام زنان ایرانیه، به خاطر که از ابتدا، ببینید همونطور که خانم احدی گفتن،
چند روز بعد از انقلاب اولین کاری که میکنه خمینی قانون حمایت از خانواده رو تغییر میده که این قانون بر مبنای حقوق زنان هستش، یعنی قوانینی که در سالهای قبل برای زنان تصویب شده بوده برمیگردونه به قوانین ارتجاعی مثل سن ازدواج، حق طلاق، همه اینها یک دفعه از زنان گرفته شده. من خیلی خوشحال شدم که خانم احدی از زنانی گفتن که در اون زمان جون خودشون رو فدا کردن و با حکومت اسلامی مبارزه کردن و برای حق خودشون جنگیدن، ولی در حال حاضر هم این رو باید بگیم. فقط در مورد شهر تهران من دارم صحبت میکنم، در شهرستان ها ما زندانی زن زیاد داریم. جایگاه زنان سیاسی در زندان اوین بود، میدونیم که اکثرا تو زندان اوین بودن، تک و توک به برچک هم میفرستادن. در حال حاضر که ما داریم صحبت میکنیم در زندان اوین بند سیاسی، در زندان قرچک، زندان اوین ظرفیتش تکمیل بند زنان، در زندان قرچک بند سیاسی درست شده، در صورتی که من 3 سال پیش که اونجا فرستاده شدم بند سیاسی نبود. بند سیاسی درست شده و در کنار اون یک سری از زنان فعال زندانی توی بند مشاوره هم هستن. این که از 3 سال پیش ببینید چند تا زن رو دستگیر کرده حکومت. تمام اینها هم در کنار حالا ممکنه فعال کارگری بودن، روزنامه نگار بودن، فعال سیاسی بودن، ولی در کنارش تمامشون در زمینه احقاق حقوق زن هم تلاش میکردن. مرسی. و شیرین شمس، 3 سال پیش خامنه ای گفته اعتراض به حجاب اجباری توطئه دشمنه. کاری که این با همین به اصطلاح فتوای حکومتیش داد چه تاثیر بدتری بر شرایط زنان داشت و چجوری دست ایادیش رو باز گذاشت برای سرکوب های بیشتر؟ این سرکوب های بیشتر چطور خودشو نشون داد؟ بفرمایید. ببینید، خب ما با یک حکومتی مواجهیم که یک حکومت یک دست نیستش، حتی در مورد پدیده هایی که در جامعه اتفاق میفته که یه بحران برای جمهوری اسلامی ایجاد میکنه، برای اینکه این بحران حل و فصل بشه اگر خیلی بحران حاد بشه خامنه ای وارد عمل میشه. مسئله زنان هم یکی از مسائل بحرانی هستش و وقتی ویدا موحد روی سکو رفت و حجاب رو، فقط یک تیکه پارچه نیست حجاب، حجاب یعنی ارکان و ارزش‌های جمهوری اسلامی، وقتی یه زنی میگه نه به حجاب یعنی به کل ارزش‌های جمهوری اسلامی، به قوانین اسلامی، به زور و اجبار، به کلیت جمهوری اسلامی که با حجاب سر کشیدن روی سر زنان روی کار اومده، داره نه میگه. و این برای جمهوری اسلامی بسیار هزینه بردار بود، بسیار گرون تموم میشد که این همه سال حجاب رو به اون جامعه تحمیل کرده، این همه سرکوب کرده، این همه داره با ارزش‌ها خودش رو تحمیل میکنه، با ارزش‌های ارتجاعی خودش رو تحمیل میکنه و یک زن بیاد اون ارزش‌ها رو پای چوب بکنه. و این برای جمهوری اسلامی یک تهدید محسوب میشد، مخصوصا وقتی که تعداد بیشتر شد. بعد از ویدا موحد یکی یکی روی سکوی انقلاب رفتن و سکوی انقلاب در سراسر ایران محلی شد که ما کارزار تکثیر دختران خیابان انقلاب رو شاهد بودیم. یک موجی از زنانی که اومدن این ارزش جمهوری اسلامی رو سر چوب کردن، یعنی در واقع زیر پا گذاشتن، که این نمونه و نمادهای آشکار یک انقلاب زنانه بود و ویدا موحد کاری کرد که 40 سال گذشته زنان در 8 مارس 57 کردن. گفتن نه روسری نه توسری، آزادی نه شرقیست نه غربیست، ما انقلاب نکردیم که عقب برگردیم. این کار و تکثیر حرکت ویدا موحد تهدیدی برای جمهوری اسلامی محسوب میشد، چون جنبش نوین رهایی زن به این شکل داشت خودش رو نشون میداد در بستری از اعتراضات کارگران، بستری از اعتراضات دانشجویان و دیگر بخش‌های معترض جامعه. و این تهدید برای اینکه در واقع بحران این جنبش نوین رهایی زن، بحرانی که برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود، خامنه ای اومد وارد عمل شد و خامنه ای اومد این فرمان رو داد که یعنی یک کار قطعی باید انجام بدیم، از اون احکام قهری داد
و تکلیف رو مشخص کرد که باید برخورد بشه، یعنی به هیچ عنوان نباید کوتاه اومد در مقابل این موجی از زنانی که دارن به جمهوری اسلامی در واقع حمله میکنن، موجی از این جنبش نوین رهای زن که اینطور نمادهاش داره آشکار میشه، خامنه ای اومد وارد عمل شد. بله. این نکته ای که شما اشاره کردید، ابلاغیه 16 ماده خامنه ای در رابطه با نقش زن به عنوان، بازم میگم، همسرداری، شوهرداری، بچه زایی، خانه‌داری رو اومد فرمان داد که به تمام نهادها و سازمانهای دولتی و حکومتی اینو فرمان داد که این اجرایی بشه. سرکوب‌ها هم در 3 سال گذشته بیشتر شده. یک بخشش جلو اومدن جنبش زنان هست، یک بخشش جلو اومدن چهره‌های انقلاب زنانه هست که حکومت تاب و تحمل این رو نداره، یک بخشش فضای عمومی جامعه هست. به نظر من جنبش سرنگونی یک جنبش بسیار عظیمیه، مردمی که میخوان انقلاب کنن، حکومت جمهوری اسلامی رو به زیر بکشن. در این جنبش سرنگونی به نظر من زنان سخنگویان این جنبش هستن. بله. زنان جلوی نه تنها جنبش نوین رهایی زن، جلوی جنبش سرنگونی ایستادن. زنایی که میرن رو پل هوایی فراخوان میدن بیایید مردم بریزید به خیابون، ما باید انقلاب کنیم، اینا رو به زیر بکشیم. زنانی که امروز از اونها به عنوان لیدرهای تظاهرات سراسری یاد میشه، اینها تهدیدن برای جمهوری اسلامی. بنابراین به نظر من به جز مسئله زنان، جنبش نوین رهایی زن، خود جنبش سرنگونی که زنان در اون صف مقدم هستند، هم تهدیدی برای نظام جمهوری اسلامیه که توی این 3 ساله که جنبش سرنگونی بیشتر داره میاد جلو، بازداشت و دستگیری های زنان هم بیشتر میشه. خب مینا احدی، میگن برای جمهوری اسلامی، ببینید از 40 سال پیش تا امروز تغییر کرده در رابطه با مسئله زن. اینجوری نیسته که همون جمهوری اسلامی 42 سال پیش بود که خمینی، من اولین پیامی که تو شمال ایران شنیدم، شمال که کلن محیط کاملا باستری بود، محیط دریا، توریست و زنان پیش از اون و کلن خانوادمون، خواهرمون، دخترمها، دخترخاله، هر کدومه که دیده بودیم همشون کنار ساحل مثل اروپا بود، یعنی فرقی نمی کرد. اما خمینی فرمانش این بود پوست سر زنانو میکنیم اگه لخت کنار ساحل برن. از اون موقع تا امروز میبینیم جمهوری اسلامی تغییر کرده. زنان به هر حال الان از بدحجابی دیگه به بیحجابی دارن زنان نزدیک میشن. تو ماشینا رو که تسخیر کردن، خیلی هاشون بیحجاب هستن. آیا این نشون نمیده که انقلاب میترسونه جامعه رو، میترسونه حتی خود جمهوری اسلامی رو که دست به جلوی تغییرات اصلاحات رو جلوش وایسته؟ بهتر نیست که یه خورده از عصبانیت ها کم بشه و کار فکری فرهنگی بشه و بخشایی از حکومت سعی بکنن زنان بیارن به طرف این که تغییراتی صورت بگیره، قوانین به نفع زنان تغییر بکنه؟ چطور میبینید این قضیه رو؟ اگه 42 سال گذشته رو نگاه کنیم، از اون وقت تا اینجا اتفاقات زیادی افتاده. این توهم که میشه رفت دم در آخوند و بهش گفت ببخشید باید مثلا بهتر اینترپرتاسیون کنه یا تفسیر بهتری از قرآن بکنه، اینا همش اتفاق افتاده. یعنی ما پشت سرمونو وقتی برگردیم نگاه کنیم، با حکومتی طرف هستیم که همینطور که الان هم دوستان دیگه گفتن، با حجاب اومد سر کار. حجاب یه تیکه پارچه نبود، حجاب سمبل این حکومت، سمبل حمله به زنان بود. بعد زنان تو عرصه‌های مختلف دیدن، ما قوانین، شما سوال قبلی هم از من پرسیدین، زنا دیدن که حق طلاق ندارن. این یکی از دردهای بزرگ اون جامعه است. اگه پای درد دل زنایی بشینید که دم در این مرکز و اون مرکز رفتن و با آخوند حرف زدن، آخوند گفته بیا با من رابطه داشته باش تا بهت اجازه بدم طلاق بگیری، و اینکه حق طلاق نداری، بخور به اصطلاح یه غذایی بهت میدن و تمکین کن هر چی شوهرت از تو میخواد، اگه اینا رو بیایم بگیم، واقعا دنیا باید بترکه از اتفاقاتی که در ایران افتاده. از اینکه اجازه ندادن برن ورزشگاه، از اینکه اجازه نمیدن سفر کنن، از اینکه باید شوهر الدنگشون بعضیا اجازه بده، مثل این آخری که میخواد بیاد به اصطلاح مسابقه شرکت کنه، طرف اجازه نمیده به خاطر اینکه حق سفر نداره اگه همسرش به اصطلاح بهش اجازه نده. ما با این پدیده مواجه هستیم. از اونجا به اینجا در عین حال به نظر من اتفاقات زیادی افتاده.
همه این بحثایی که الان میکنیم جنگ شده، درگیری شده، این که حجاب مهمه، میگفتن فقر مهمه، زن نمیدونم محجبه میتونه بیاد تو خیابون، زنای حاجی بازاری ها میتونن بیان با حجاب بیرون توی اجتماع شرکت کنن. ما در مورد تمام اینا جنگیدیم و مبارزه کردیم. یکی از جنگ هایی که کردیم همینه که این حکومت قابل اصلاح نیست، نمیتونی بری دم در آخوند ازش بخوای یه ذره به من حق بده، باید زد تو دهن آخوند و بگی که میکشمت پایین. همه اینا توی تاریخی اتفاق افتاده و این مهمه به نظر من. در این حال توده وسیع زنان، همطور که الان شاپارک جان گفت، ممکنه تئوری مثلا زیاد براش مهم نباشه، تو زندگی عادی خودش به عنوان یه زن مستقل از حق دیده ظلمه و بلند شده و بعد شاید آشنا میشه با اینکه آدمایی بودن قبلا یه بحثایی کردن، بحثای فکری شده، نمیدونم با طرفدارای اصلاحات در داخل جنبش زنان بحث شده، اینا بعدن میاد وارد تصویر میشه. بنابراین ما با میلیون ها زن مواجه هستیم که قبول نداره، تو این دنیا داره زندگی میکنه، حجاب رو قبول نداره، زن ستیز رو قبول نداره. آخر سر همونطور که الان شیرین شمس هم گفت، از مقامات جمهوری اسلامی روحانی همین دو روز قبل گفته که چرا به ما میگید زن ستیز، ما زن ستیز نیستیم. اینا کلماتیه که ما به کار میبریم. دو روز دیگه یه آخوند میاد میگه آپارتاید جنسی نگید، ما آپارتاید قبول نداریم. به نظر من اینا کم نبوده، اتفاقاتی که در ایران افتاده، ما مردم زنا ما مبارزه کردیم و آخر سر رسیدیم به این نقطه که جمهوری اسلامی عاجزه از دست زن. بله. تغییری شده به خاطر مبارزات زناست، نه به خاطر اینکه حکومت رفرم پوشید. بله. شاپرک، وقتی شما میخواستید حجاب برگیران رو سازمان دادید و یکی پس از دیگری در نقاط مختلف نه فقط در تهران، حتی به شهرستان هم رسید، همین حجاب برگیران، حجاب اجباری، آیا انتظار همکاری، همیاری، مساعدت از مردان داشتید؟ و اگر داشتید آیا برآورده شد حمایت معنوی، حالا هر جور، نمیدونم، یا مورد تعرض کلن مردان بودید که این حق حکومته که زنان با حجاب باشن؟ چطور بود این تجربتون؟ انتظار که خب هممون داشتیم که مردان هم در کنارمون بایستن، ولی در اون زمان به نظر من انتظاری که داشتم برآورده شد و دیدن کلیپ هایی که مردان میفرستادن، صحبت هایی که فعالین میکردن، متوجه شدیم که شاید یه زمانی جامعه اول انقلاب مردان متاسفانه در کنار زنان نایستادن اونطور که باید و متوجه این نبودن که سرکوب زنان یعنی سرکوب نیمی از جامعه و این به معنای اینه که وقتی که حق یک انسان رو زیر پا میذاری، پس به راحتی حق بقیه انسانها رو هم زیر پا میذاری. این رو شاید اون موقع متوجه نشدن که تغییر قوانین زنان، سرکوب زنان، سرکوب کل جامعه، یعنی مردم ایرانه. ولی بعد از 40 سال من فکر میکنم که همه متوجه شدن که اگر زنان به آزادی دست پیدا کنن در ایران مردم آزاد میشن و اون موقع واقعا من خودم شاهد بودم که مردان هم در کنار زنان ایستادن. خیلی مردها بودن که اومدن ویدیو دادن، اظهار نظر کردن. زنان محجبه بودن که به این جنبش پیوستن و با اینکه خودشون محجبه بودن، متوجه این بودن که این قانون حجاب اجباری سمبل خشونت و سرکوبه و اومدن حمایت کردن. به نظر من در حال حاضر همونطور که شیرین جون گفتن، جنبش مردم ایران در تمام جنبش های مدنی در همه زمینه ها قصدش سرنگونی جمهوری اسلامیه و رفتن این هاست. در بیانیه 14 که دیدیم یه سری فعالان ایران بیانیه دادن، بلافاصله 14 زن هم بیانیه دادن. در حال حاضر مردان و زنان در صف مقابله با جمهوری اسلامی در کنار هم ایستادن. در زمان من یه خاطره هم زود تون براتون تعریف کنم. روز 8 مارس خانم ستوده به من گفتن که شما میخواین خونه یکی از اساتید دانشگاه دعوت کردن که شما هم بیاین، دوست دارین بیاین اونجا، و من قبول کردم. من اونجا رفتم،
تعدادی از وکلا بودن، یه سری از روزنامه نگارهای داخل بودن و تعدادی از اساتید دانشگاه. مریم شریعت مداری هم یکی دیگه از دختران خیابان انقلاب آزاد شده بود، با خانوادش، با مادرش و خواهرش اومدن. در اونجا یه سری از اساتید دانشگاه و وکلا حمایت خودشون رو از ما اعلام کردن و گفتن که با قانون حجاب اجباری اونها هم مخالف هستن و درخواست تغییر این قانون رو دارن. فقط این رو بهتون بگم، همون روز، روز 8 مارس، خامنه‌ای اومد و در مورد حجاب، معترضین به حجاب اجباری اعتراض کرد، ماها رو زنانی حقیر و بازیچه دست دولت‌های غربی خوند و تمام این حمایت‌ها یه جوری از بین رفت، اصلا انگار وجود نداشت. مثل یک ابر وقتی میری تو مه میبینی هیچی نیست. و اونجا هم همین اتفاق افتاد، دقیقا اتفاقی که توی سال 88 افتاد. مردم تو خیابان‌ها ریختن. به محض اینکه جمعه بعدش خامنه‌ای اومد و توی نماز جمعه اون بازی رو پیاده کرد و گریه کرد و آتش به اختیاران رو فرمان داد که بیان به جون مردم بیفتن، ما فردا شاهد کشتار مردم و کشته شدن خیلی از جوونامون از جمله ندا بودیم. در مورد اعتراض ما هم در ابتدا همین بود، جو حتی داخل همراه زنان بود، ولی به محض اینکه خامنه ای اومد و دستور داد با این صحبتاش به آتش به اختیاران و قوه قضاییه و کسانی که به هر حال توی قوه قضاییه و اطلاعات بودن، ما دیدیم که سرکوب و بازداشت و سرکوب فعالین زن و معترضین حجاب اجباری به یک لول جدیدی رفت. بله. بله، ببخشید وقتمون الان دیگه محدوده، سوالا رو باید یه خورده کوتاه‌تر جواب بدید که من بتونم کل برنامه رو به اصطلاح یه جوری به اون نتیجه‌ای که می‌خوایم برسیم. شیرین شمس، شما از انقلاب زنانه حرف میزنید و این انقلاب زنانه دیگه ترمیه که الان همه دارن از استفاده میکنن، چه از دوره‌ای که به قول مینا عدی منصور حکمت گفت که جامعه به یک انقلاب زنانه نیاز داره، مثل یک تئوری گفت، تا اینکه براش سازمان درست شد که شما پرچمش رو گرفتید، تا اینکه میلیون ها زن و تمام رسانه ها الان ازش یاد میکنن. انقلاب زنانه یعنی دست به ریشه بردن، یعنی زیر رو کردن. اگه به شما بگن که خواسته های زنان برای این انقلاب زنانه چیه، شما به کدوم محورهای اشاره میکنید؟ بفرمایید. بله، خیلی نکته خوبی رو اشاره کرده. ببینید، بحث سر این هست که زنان در واقع چی میخوان در ایران. زنان اولین چیزی که میخوان اینه که قوانین اسلامی دستش از زندگی زنان قطع بشه. زمانی قوانین اسلامی دستش از زندگی زنان قطع میشه که جمهوری اسلامی نباشه. پس مسئله بر سر بود و نبود جمهوری اسلامی. الان چیزی که ما داریم در جامعه ایران صحبتش میکنیم، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست زنان میدونن حجاب اجباری هست، تفکیک جنسیتی هست، طلاق، عدم حق طلاق هست، عدم حق حضانت هست، عدم حق سفر هست، عدم حق تا حق اشتغال و تحصیل هست و بسیاری حقوقهای دیگهی که از زنان ایران سلب شده. این رو الان تمام زنانی که در واقع میخوان به عنوان یک انسان، به عنوان یک انسان مستقل، آزاد و اینکه بتونن برای زندگی خودشون تصمیم بگیرن، برای روابط فردی و اجتماعی خودشون تصمیم بگیرن و بتونن مثل یه انسان زندگی بکنن میدونن. تا زمانی که جمهوری اسلامی هست این امر محقق نمیشه. بنابراین خواست اصلی الانی که ما داریم در رابطه با انقلاب زنان صحبت میکنیم، سرنگونی جمهوری اسلامی و نابودی کل قوانین اسلامی هست. حالا اینکه چی میخوان در مقابل اینکه اگر جمهوری اسلامی نباشه، یکی اینکه زنان باید هویت آزاد، انسانی، مستقل و برابر داشته باشن. زنان ایران چیزی کمتر از زنانی که امروز در اروپا به عنوان مثال براش مبارزه کردن و دست پیدا کردن نمیخوان. چیزی کمتر از یک زنی که در سوئد داره زندگی میکنه و از قوانین برابر و انسان محور در واقع داره استفاده میکنه و شامل حالش میشه، زنایی هستن که زنان ایران این نگاه رو دارن. میخوان مثل زنان اروپا زندگی بکنن. حق طلاق داشته باشن.
حق حضانت کودک داشته باشن، خودشون آزادانه روابط فردی و اجتماعیشون رو انتخاب بکنن، خودشون روابط جنسیشون رو انتخاب بکنن، میخوان با همجنس خودشون ارتباط داشته باشن، میخوان با غیر همجنس خودشون ارتباط داشته باشن، کجا میخوان زندگی بکنن، کجا میخوان سفر کنن، چه شغلی میخوان داشته باشن، چطور میخوان تحصیل بکنن، و اینکه کلن اختیار زندگی خودشون رو داشته باشن. زنان ایران نمیخوان ناموس باشند که سرشون بریده بشه، نمیخوان پدرشون، برادرشون، شوهرشون، عموشون، داییشون، پسرای فامیلشون، پسرای محلشون، حتی پسرای قوم و مردای قوم و طایفهشون براشون تصمیم بگیرن، میخوان خودشون تصمیم بگیرن، نمیخوان ناموس باشن. بنابراین ما حتی با ترم زن ناموس هیچ کس نیست هم مواجه بودیم در یک سال گذشته، مخصوصا بعد از قتل‌های ناموسی. زنان ایران زنانی هستند که میخوان خشونت‌هایی که در واقع اعمال میشه به زنان پایان بپذیره، و همونطوری که گفتم این خشونت‌ها زمانی پایان میپذیره که جمهوری اسلامی نباشه. این چیزهایی هست که زنان ایران میخوان، و خواسته های زنان ایران همونطور که گفتم گره خورده به بود و نبود جمهوری اسلامی. بله بله. وقتی ما میگیم انقلاب زنانه، یعنی انقلابی علیه تمام این بیحقوقی ها که منشأش، ریشش قوانین اسلامی هست، یک نظام اقتصادی نابرابر هست، یک نظام اقتصادی که بر مافیای دوسالار اسلامی بنا شده، انقلابی علیه همه اینها. بله ولی مینا احدی با صحبتهایی که الان شیرین شمس کرد، یه جوری ایشون زیر فتله یک بمب رو در تو ایران منفجر میکنه. فقط جمهوری اسلامی نیست، مرد سالارا الان هست همین الان میگن یعنی اینجوری، یعنی خواهرمون، همسرمون هر جوری خودش دوست داشته باشه زندگی کنه، هر جوری دوست داشته باشه روابط داشته باشه، من بیام خونه غذای خودم درست کنم، من هزار تا از این مسائل. آیا فکر نمی کنید جامعه بخش غیر پیشرو که خیلی هم زیادن، اون جامعه محافظه کار، اون مردان مرد سالار رو علیه خودتون بسیج میکنید با این خط و روشی که الان شیرین شمس توضیح دادن؟ اول در مورد این که خب الان یه بحث خیلی مهم قبلا هم سوال کردین در مورد مردان و زنان توی اون جامعه هست، که من یکی نمیتونم بگم که چه بخش، چه درصدی از مردا کنزرواتیو یا عقب مونده یا طرفدار بریدن سر زنا هستن. اینو نمیشه الان به نظر من گفت. اون چیزی که توی اون جامعه به نظرم میتونیم ببینیم اینه که زن و مرد دیدن جمهوری اسلامی چه بلایی سر اون جامعه آورد. زن و مرد دیدن وقتی همسر من، دوست دختر من نمیتونه تو خیابون باش راحت برم، هی ماشین رو نگه میدارن میگن رابطتون با هم دیگه چیه، کاغذ نشون بده، همه اینا موجی از اعتراض و نفرت را در بین مردا هم ایجاد کرده. مردا هم توی اون جامعه 100% زیر فشار هستن. من شخصا مدعیم و میگم که بخش زیادی از مردا توی اون جامعه مخالف این قوانینن، ولی میدونم یه عده موافق قوانین به اصطلاح مذهبی و اسلامی و شریعت اسلام هستن و زن رو ناموس میبینن. نکته مهم به نظر من اینه وقتی قانون از ناموس پرستا دفاع میکنه، ناموس پرست چاقو رو ور میداره سر همسرش و بچهش رو میبره و میدونه که هیچی بهش برخورد نخواهد کرد. اگه من نوعی، اگه ما به حکومت برسیم، اگر این نگرش به حکومت برسه در آینده بعد از جمهوری اسلامی، از تمام رسانه ها، از قانون، از اینکه پروپاگاندی که میکنیم میگیم زن بشره، هیچ کس اجازه نداره تو خونه بگه بالای چشمت ابروه، نمیتونی بهش بگی دوشیزه یا بانو، نمیدونم، نمیتونی مجبورش کنی ظرف بشوره تو خونه. وقتی شما اینا را بگید و وقتی 4 نفر رو دستگیر کنید که تهدید کرده میخوام زنمو بکشم و بیاری راجبش کار کنی یا انواع اقسام اقدامات انجام بدی، اون جامعه بر میگرده و ادب میشن اون مردا، به نظر من تربیت میشن و میدونن که نظام، سیستم، فرهنگ و خیلی از مردم یه جور دیگه دارن فکر میکنن و تقبیح میشه که بگه زن ناموس منه. به نظر من میشه با اینا مبارزه کرد. من میدونم همطور که شما هم گفتید و بخشی از مثلا بحثایی که ما میکنیم خیلی وقتا تو جامعه با عکس العمل مواجه شده. ببینید من الان به عنوان کسی که با حزب کمونیست کارگر ایران کار میکنم، ما سالها راجع به این حرف میزدیم حجاب سوزن باید راه انداخت،
و ما از انقلاب زنانه که حرف میزدیم از اعتراض اوریان دفاع میکردیم. خیلی ها برای ما بد و بیراه مینوشتن. اینا همش تابوهایی که شکسته میشد، ولی در این حال اگه 4 نفر به من فوش میدادن عکس منو همطوری برای خودش جمهوری اسلامی پخش کرد، گفت مینا هدی هم خودش رو لخت کرده مثلا به عنوان اینکه حمله بکنه، 10 نفرم مینوشتن به شما چه ربطی داره، بدن زن به تو چه ربطی داره. و به نظر من اینا اتفاقاتی هست که در جامعه ایران افتاده و خیلی آموزش دیده شده. بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی همه اینا را به نظر من راحت تر میشه حل و فصل. بله، خب وقت ما دیگه خیلی به تقریبا به دقایق پایانی داریم میرسیم و من میخوام بگم تجربه شاپرک بپرسم. شما 3 سال پیش تا 3 سال پیش تو ایران بودید، برای بیهجاب بودن زندانی شدید، انفرادی رفتید، ازتون خواستن دوستتون رو به اصطلاح معرفی کنید. یک انفجاری شد وقتی تار موی شما در خیابونها به اصطلاح به باد سپردید. امروز در کانادا هستید، دو تا تجربه رو چطور با هم دیگه مقایسه میکنید؟ قابل مقایسه نیست. من در کشور خودم برای ابتدایی ترین حقوق انسانیم اعتراض مسالمت آمیز داشتم و اون تجربیات رو داشتم و اینجا من تجربه روز 8 مارس که سال اولی که خب پارسال که متاسفانه برگزار نشد، ولی اولین سالی که اینجا بودم رفتم و زنان رو توی خیابون میدیدم، خب خیلی یه شعف بزرگی در من بود، چیزی که تمام سالها انتظار داشتم که در کنار بقیه زنها بیام و خواسته هام رو مطرح کنم و اونجا زنها میتونستن تا جایی که میتونن فریاد بزنن و باز هم برابری بخوان، در صورتی که میدونیم اینجا هم از نظر قوانین خب تا حد زیادی قوانین برابر هستش و مسئله که در مورد یه همچین کشورهایی هستش که زنان برای اینکه کرسی‌های سیاسی رو بگیرن دارن تلاش میکنن. مسئله اینه که زنان در قانون، در سیاست و قانونگذاری مشارکت دارن. وقتی اینجا به دم پارلمان کانادا میری مجسمه اولین زنانی رو میبینیم که زندانی شدن و تلاش کردن و در کانادا اینا زنایی بودن که میخواستن وارد پارلمان کانادا بشن و تلاش میکردن بعد از حق رأی وارد مجلس کانادا بشن، برای اینکه در قانونگذاری میدونستن که زنان باید در قانونگذاری مشارکت برابر داشته باشن، برای اینکه در زندگی عادیشون یه روزی به برابری برسن. در ایران ما میبینیم که یه همچین اتفاقی نیفتاده و خواست زنان این هستش که نه تنها از حقوق به خاطر جنسیتشون مورد تبعیض قرار نگیرن، از حقوق انسانی برابر باشن، از حقوق انسانی یه شخص برابر باشن بدون در نظر گرفتن هویت جنسی یا گرایش جنسی و جنسیت، بلکه در قانونگذاری هم مؤثر باشن. و فقط من با این جمله تموم میکنم، همطور که بقیه گفتن، تا زمانی که من همینو متوجه شدم، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، درسته که شاید جز اونایی بودم که 20 سال گول اصلاحات رو خوردم و دروغ‌های اصلاحات رو که ممکنه که قوانین تغییر کنه، ولی فقط با این جمله خامنه‌ای من تموم میکنم: اگر میخواهیم نگاه ما نسبت به زن سالم، منطقی، دقیق و راهگشا باشد، باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسیتی کاملا فاصله بگیریم. از نگاه جمهوری اسلامی حق اشتغال زن و برابری جنسیتی یعنی یک خواسته غربی و باید ازش فاصله بگیریم. پس از تا زمانی که جمهوری اسلامی و اینها روی قدرت هستن، ما حتی در زمینه اشتغال هم زنها نخواهند تونست. بله، ما فقط 5 دقیقه دیگه فرصت داریم. من میخوام بگم که به استقبال 8 مارس امسال چجوری باید رفت در ایران، خصوصا ما شاهد تجمع زنان در قطارها بودیم، در خیابون بودیم، در متروها بودیم، به حجاب بودن، بحث میکردن، سرود میخوندن. بگیر ببنداد امسال بسیار فراوونه و بسیاری از فعالین زنان هم دستگیر کردن. شیرین شمس، راهکار شما برای امسال چیه؟ بفرمایید.
خب ببینید، راه های زیادی هست که خیلی از کسایی که فعال هستن در زمینه حقوق زنان، خیلی از کسایی که دوست دارن در 8 مارس مشارکت داشته باشن و یه نه بزرگ به جمهوری اسلامی بگن را اینو میتونن عملی بکنن. من یه بار دیگه تکرار میکنم، برای ما مردم ایران، برای ما زنان ایران، برای انقلاب زنان در ایران، 8 مارس به نظر من سال روز نه به جمهوری اسلامی. ما باید با همین سال روز نه به جمهوری اسلامی باید بریم به پیشواز 8 مارس و از تمام امکاناتمون، از تمام روابطمون، از تمام مهارت‌هایی که داریم استفاده بکنیم. در سراسر ایران، در سراسر شهرهای ایران، در سراسر دانشگاه‌های ایران، از دبیرستان‌های ایران، تمام کسانی که میخوان در این زمینه فعالیت بکنن، من اولا پیشنهاد میدم که با انقلاب زنان تماس بگیرن، چرا که ما یک نقش عمل داریم برای تمام افراد در هر شرایطی که میتونن نقش عمل رو دستور کار خودشون قرار بدن. ما باید یک 8 مارس باشکوه برگزار کنیم و یک 8 مارس کوبنده. مینا احدی گفتش باید بزنیم تو دهن آخوند، دقیقا همینه. ما هر روز داریم در انقلاب زنانه تو دهن تک تک آخوندا میکوبیم، تو دهن جمهوری اسلامی میکوبیم. این 8 مارس هم باید یک 8 مارس کوبنده باشه مقابل حکومتی که بردگی جنسی رو قانونی کرده، خشونت علیه زنان رو قانونی کرده. ما دیوار نویسی هایی رو داشتیم در یک سال گذشته، کارزارهای دیوار نویسی با شعارهای بسیار رادیکال، که برای 8 مارس هم باید این اتفاق بیفته. ما لیست شعار نویسی داریم برای دیوار نویسی در سراسر ایران. تراکت هایی بوده که در یک سال گذشته پخش شده، تراکت های سرنگونی طلبانه تو ایونت های مختلف، که 8 مارس میشه تراکت هایی رو پخش کرد. همونطور که شما اشاره کردید، توی متروها، توی جاهایی که مکان عمومی هست، سرودخوانی هایی داشتیم، سرود برابری و خیلی سرودهای دیگه ای که حالا با خلاقیت های خودشون زنان سرودند و میخونند، که باز هم میشه این کار رو انجام داد. سخنرانی هایی رو داشتیم در اماکن عمومی. البته با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا و پاندمی کرونا، ما خیلی تاکید مؤکد میکنیم حتما پروتکل بهداشتی رو مد نظر داشته باشیم. دوچرخه سواری به نظر من با توجه به اینکه الان دوچرخه سواری یکی از عرصه های جدال با جمهوری اسلامی شده و همین چند وقت گذشته یکی پشت سر هم امام جمعه، خبرگان، این اون همه میان از آیت الله های ریز و درش علیه دوچرخه سواری دارن صحبت میکنن، این 8 مارس میتونه با دوچرخه سواری زنان برگزار بشه. همچنین حجاب اجباری، به نظر من نه به حجاب اجباری در هر ایونتی باید باشه. زنان حجاباشون رو بردارن، تکی دست جمعی فیلم بگیرن، تو شبکه‌های اجتماعی پخش کنن. با توجه به اینکه فرصت کمه، شبکه اجتماعی در اینترنت امروز میدان مبارزه ماست. ما تونستیم یه تظاهرات میلیونی اعدام نکنید راه بندازیم در شبکه‌های اجتماعی. در 8 مارس هم باید همینطور باشه. باید بتونیم علیه جمهوری اسلامی 8 مارس با شکوهی رو تو شبکه‌های اجتماعی هم به راه بندازیم. 8 مارس برای ما آغاز انقلاب زنانه ای که امروز همه دارن ازش صحبت میکنن. 8 مارس برای ما سال روز نه به جمهوری اسلامی هست و باید بتونیم یه 8 مارس با شکوه من دو دقیقم خارج از کشور هم مهم هست. بله، من میخوام از مینا احدی این آخرین سوال در رابطه با خارج کشور داشتم بپرسم. مینا احدی، شما که چهره بسیار شناخته شده و خیلی جاها محبوب در میون اشخاص هستید و به هر حال در پارلمان ها، در دولت اینا میشناسنتون، در رابطه با این آپارتاید جنسی فوق ضد بشری جمهوری اسلامی امسال به طور نمونه چند تا چه کارهایی میخواین انجام بدین، اگه کار ویژه‌ای میخواین انجام بدین بفرمایید. بله، ما به هر حال دو تا کمپین رو اعلام کردیم، یکیش رو از 2 سال قبل که گفتیم به اصطلاح دیگر بس است، enough is enough، نمیدونم genug است genug آلمانیش. اینو 56 نفر از چهره های مهم امضا کردن، که از جمله مثلا ریچارد دافکینز، میشایل شمیت، سالمون، تعداد خیلی زیادی، و گفتیم که حکومت های آپارتاید جنسی باید منزوی بشن در سطح بین المللی. فوکوسمون در این حال روی ایران هست. کنفرانس هایی رو همین مدت ما سازمان دادیم. در این حال یک سال قبل با 50 نفر از زنهای معروف آلمانی، از جمله با مثلا نشریه اما با ما همکاری کرد، خیلی مهم است، گفتیم که دولت آلمان سیاستش رو باید عوض کنه در رابطه با حکومت آپارتاید جنسیتی در ایران
و در کشورهای دیگه و اتحادیه اروپا. این پارالل همزمان داره این حرکت پیش میره. کنفرانس هایی رو با همراهی زنان آلمانی داریم سازمان میدیم، یکیش در مورد افغانستان بود، کنفرانس بعدی ما الان در مورد پاکستان و بنگلادش و عراق هست که شخصیت های رزون کشورها دعوت کردیم سخنرانی کنن، بعد یک بار دیگه مثلا در مورد ایران کنفرانس داشتیم. نکته ای که به نظر من مهمه، ما همین دیروز جلسه داشتیم، برای خودم خیلی هیجان انگیز و جالبه، شاید بتونیم تو کشورهای مختلف اجرا کنیم، و اونم اینه که میخوایم از طریق پروژکتورهایی روی کنسولگری ها و سفارتخانه های جمهوری اسلامی عکس دختران خیابان انقلاب یا شعارهایی رو به اصطلاح بندازیم روز 8 مارس، اگه بتونیم تو آلمان قرار این کار رو اجرا کنیم، همونطور که گفتم با دوستان آلمانی. و از همه مردم و زنها آخرین حرف هم اینه، از در خارج کشور دعوت میکنم حتما 8 مارس امسال رو جدی بگیرم. اگه یک دقیقه ببخشید شما، من چون عجله دارم برنامه سر وقتمون بشه، ممنون. فقط من شاپرک به عنوان کسی که 3 سال پیش به عنوان دختر خیابان انقلاب دستگیر شدی، امروز پیامت در یک دقیقه اگه بتونی به دختران و زنان ایران که هنوز توی همین راه هستند و برای همون هدف میجنگن چیه؟ لطفاً کوتاه بفرمایید. من همیشه هر وقت ازم سوال میکنن همینو میگم، منتظر کسی نباشین که برای احقاق حقوق شما بجنگه و اون رو به شما یا منتظر کسی نباشین که بهتون این رو تقدیم کنه. اگر حق میخوایم، حق رو خودمون بعد مطالبه کنیم. فقط یه جمله میخوام بگم، امیدوارم بتونیم امسال 8 مارس در دنیا رو مختص خودمون کنیم، زنان ایران. من در سازمان ملل که تابستون گذشته صحبت کردم در مقابل نماینده جمهوری اسلامی، در تونستم خیلی کوتاه در 90 ثانیه دروغ‌های نماینده جمهوری اسلامی در مورد وضعیت زنان در ایران رو توضیح بدم. امیدوارم بتونیم امسال 8 مارس رو در دنیا اختصاص بدیم به زنان ایرانی، یعنی تمام سازمان‌های بین‌المللی، تمام پارلمان‌ها، کشورهای اروپایی و غربی که الان میخوان برن بشینن سر میز مذاکره، یک کاری کنیم 8 مارس امسال نتونن از خشونت علیه زنان و نقض حقوق زنان بگذرن. اینو بذارید جلوشون. ممنون، ببخشید که وقت خیلی کم بود. دوست دارم خیلی 30 ثانیه کوتاه. 30 ثانیه. من اینم میخواستم بگم، به نظر من امسال بایکوت جمهوری اسلامی هم باید یکی از خواسته های 8 مارس ما باشه. حکومتی که زن رو تجاوز میکنه، شلاق میزنه، اعدام میکنه، جسد بیجان یک زن رو اعدام میکنه، خشونت رو قانونی کرده، جنایت رو قانونی کرده، نباید در جامعه جهانی جایی داشته باشه. به خاطر همین از مجامع بین المللی باید بخوایم که این حکومت رو طرد و منزوی بکنه و بایکوت بکنه. من اینجا دوست دارم که رو به بینندگان این برنامه هم بگم که سایت بایکوت جمهوری اسلامی آماده هست، میتونید به هر حال اگر به انقلاب زنان هم پیام بدید ما میتونیم این سایت رو بفرستیم. ما در تلویزیون سعی میکنیم، بله، در کانال جدید سعی میکنیم بذاریم، نشون بدیم. و خیلی خوشحالم و خیلی افتخار دادید، واقعا باعث افتخار منه که شما زنان مبارز، کسایی که مشت به آسمان میکوبید و میخواید جامعه آزاد و برابر برای همه انسانها فراهم کنید رو در این برنامه داشته باشم، با شما صحبت بکنم دوش به دوش هم برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برای آزادی و برابری. ممنون که در این برنامه شرکت کردید. بله بینندگان عزیز، صحبتایی که اینجا شد صحبتای یک جامعه تشنه آزادیه. به این آزادی خواهی بپیوندید، هر کجا و هر جوری که میتونید مبارزه بکنید، در درجه اول برای احقاق حقوق که جمهوری اسلامی از زنان ضایع کرده و دوم برای اینکه همه اینا رو به دست بیاریم، مبارزه برای سرنگونی این حکومت ضد زن. براتون بهترین ها رو آرزو دارم.